خب اگر کسی که شما میخواین باش وارد رابطه بشین دارای اختلال دو قطبی هست و شما از این مسئله مطمئن هستید و یک متخصص این رو تشخیص داده باید یادتون باشه که مسیر بسیار سختی رو دارید انتخاب میکنید و عموما بهتره که وارد ارتباط با افرادی که دارای اختلال دو قطبی هستن نشین چون این معقوله میتونه شما رو تحت در واقع تاثیر قرار بده و آسیب های زیادی رو در آینده به شما بزنه و هر چقدر این اختلال در ایشون شدیدتر باشه رابطه‌ی شما هم سختتر و طاقت فرساتر خواهد بود اما اگر شما میخواییم وارد رابطه بشید باید دو تا مسئله رو یادتون باشه اول تا میتونید باید ایشون رو ترغیب کنید که درمانشون رو به صورت مدون ادامه بدن و به هیچ وجه درمان رو رها نکنند و همواره تحت نظر باشن و درمان رو به صورت کامل و درست ادامه بدن دارو درمانیشون رو متوقف نکنن روان درمانیشون رو متوقف نکنن تا بتونن صبات خلقی خودشون رو حفظ بکنن مسئله دومی که باید بهش توجه داشته باشید اینه که باید شناخت کافی نسبت به این اختلال داشته باشید مطالعه کافی رو در رابطه با این اختلال انجام بدید از متخصصی که ایشون تحت نظرش هستند اطلاعات کافی رو کسب بکنید که در مسیر ارتباطتون رفتارها و عواملی که این اختلال و این بیماری در ایشون تولید میکنه رو شما بشناسید و بتونید روی کرد مناسبی داشته باشید و تنشها رو بتونید به خوبی کنترل بکنید در انتها در رابطه با اینکه شما فرمودید من در واقع همجنسگرا هستم باید یادتون باشه که همجنسگرایی شما هیچ ارتباطی به این اختلال نداره یعنی ما هیچ ربطی نداره که همجنسگرا هستیم یا نیستیم مثلا در اینجا ما نداریم شما هم میتونید همجنسگرا باشید هم میتونید همجنسگرا نباشید این تغییری در این اختلال ایجاد نمیکنه ما نگاه جنسیتی به افراد نداریم پس در اینجا وقتی شما خودتون نگاه جنسیتی دارید و این مسئله رو قید میکنید که من همجنسگرا هستم من به عنوان یک روانکاو متوجه میشم که همجنسگرایی در شما گویا نقش مهمتری از حضور این اختلال ایجاد کرده در واقع شاید به واسطه این که شما همجنسگرا هستید و در محیطی زندگی میکنید که داشتن ارتباط با افرادی که هم شما هستند سخت هست این عامل میتونه ترسی رو در شما ایجاد کنه که اگر من این فرد رو از دست بدم افراد دیگری رو به راحتی نمیتونم پیدا بکنم و این عامل باعث بشه که شما انتخابی رو بکنید که شاید در ناخودآگاهتون خودتونم میدونید درست نیست در نتیجه احتمالا این عامل در ناخودآگاه شما باید وجود داشته باشه و یعنی دلیلی نداره که شما اشاره به گرایش جنسیتون بکنید وقتی شما دارید به این مسئله اشاره می کنید اعتمالا می به صورت ناخودآگاه منتقل بکنید که من در شرایطی هستم که انتخاب زیادی ندارم و ترسم از اینه که رها کردن این فرد مساوی با تنها ماندن باشه اگر این معقوله در مورد شما صدق میکنه من به شما توصیه میکنم که حتما با یک روانکاف مشاوره کنید وارد مذاکره بشید که بتونید این علائم این ترس ها و این نگاه جنسیتی رو در خودتون حل بکنید و مسائلی که درونتون هست که باعث میشه شما یک انتخاب نادرست داشته باشی رو مرتفع بکنید بعد به این معقوله فکر بکنید که آیا با ایشون وارد رابطه بشید یا نه